سلام بر شما خانم، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. با نام و یاد خدا منم سلام عرض میکنم خدمت دوستای خوبم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتون هستم در برنامه پربیننده به خانه برمیگردیم. زنده باشین خانم. بفرمید ببینم چجوری این کیک آسونه سخته؟ حتما که آسونه. آسونه؟ بله حتما آسونه. و مواد لازم بله مواد لازم تهیه کیک گوشت میگم خدمت دوستان، امیدوارم که مورد پسندشون قرار بگیره. انشالله. آرد 2 پیمانه، ماست 1 پیمانه، آرد برنج 1/4 پیمانه، بیکینگ پودر 2.5 قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، آبیشن 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، تخم مرغ 4 عدد. دوستان ببینم من دوتا آوردم به خاطر که مواد نصف کردم برای اینکه زمان آموزش از دستمون نره. روغن مایه 1 پیمانه، مواد میانی ربع گوجه فرنگی 2 قاشق سوپ خوری، گوشت چرخ کرده 250 گرم، قارچ 200 گرم، نمک و فلفل و ادویه به میزان لازم، فلفل دلمه 1 عدد متوسط و پنیر موزرلای رنده شده 100 گرم. خیلی هم عالی خان. خواهش بفرمایید. خواهش. خب هزینه هم هزینه برام نبود. دقیقاً خیلی راحت به صرفه. یه قضیه فوتی فوری برای اینکه دوستان عزیز درست بکنن و انشالله با هم اعضای خانواده آخر هفته برن سفر. انشالله. و من الان توی فر آموزش میدم، ولی به دوستانم آموزش میدم که چجوری هم اگه فر در دسترس نداشتن این غذا رو به راحتی تهیه کنن. خدا به شما خیر. خواهش میکنم. برای آماده کردن این غذا ابتدا قارچ ها رو اسلایس میکنیم، برقه ای خورد میکنیم، تاوه رو خوب گرم میکنیم. برای اینکه قارچ ها آب نندازه باید حتما تاوه گرم باشه، اما خیلی از دوستان برای اینکه قارچ آماده کنن بهش کره یا روغن میزنن، ولی چون که توی این غذا گوشت چرخ کرده داریم و روغن داریم، من دیگه به قارچ هم روغن نمیزنم. بسیار سعی میکنیم کمترین مصرف روغن توی غذاهامون داشته باشیم. این چقدر خوبه اگر ما فرهنگ سازی کنیم از حداقل روغن استفاده کنیم. بله. سعی کنیم غذای سالم بخوریم. بله. هم سلامت باشه غذامون، همین که خوشمزه و واقعا خوشمزه است. بله. من یه دوستی دارم که به جای روغن بیشتر از آب استفاده میکنه و واقعا غذاش هم خوشمزه میشه. خب خیلی هم سلامت بله. تره. بله. خب این عادت ها رو باید عوض کنیم. من باید تاور رو زودتر گرم میکردم ولی الانم خب اشکال نداره. این با شعله بالا باید گرم بشه خودش آب بندازه. این جمع میشه یه مقدار پخته میشه. آب نمیندازه وقتی که حرارت بالا باشه. آره وقتی حرارت بالا باشه آب نمیندازه. به هیچ عنوان ما نمک رو زود اضافه نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه باعث میشه که قارچمون جمع بشه و آب بندازه. آها خب. و ما قصدمون اینه که آب نندازه. بله. اگه آب بندازه چی میشه؟ ما الان میخوایم یه مواد گوشتی آماده کنیم که توی لای خمیر کیک میره. اگه قرار باشه این آب بندازه گوشتمون هم مواد داریم و خمیر وا میره، کیکمون وا میره. درست. بر همین ما نهایت سعیمون رو میکنیم که آب نندازه. اگر احیانا عزیزان درست کردن و آب انداخت، این آبو جدا کنن از قارچشون. خب داره صدای مایتابه بله کم کم در میاد. کمک میخوان یا راحتی میتونین کار نه، انجام بدین؟ نه مشکل نیست. بسیار. الان دارین چیکار میکنین؟ من یه دونه آب لیمو ترش رو به قارچم اضافه میکنم. این یک سری سبزیجات هست مثل سیب درختی، سیب زمینی و قارچ. اینا یه آنزیمی دارن که بر اثر اکسیژن هوا اکسیده میشن و اطرافشون سیاه میشه. از نظر سلامت ایرادی ندارن، ولی از نظر ظاهری غذای ما رو بد شکل میکنن. بر همین ما میایم یه اسید به این اضافه میکنیم که این کمک میکنه که این آنزیم غیر فعال میشه. درسته. مثلا بوی لیمو ترش و استفاده از لیمو ترش حس یک غذای سالم رو به آدم میده. دقیقاً. خب توی این فاصله که قارچمون آماده میشه من پیازو خورد میکنم. برای این غذا پیازو فکرم تو مواد لازم نگفتم، خاطرم نیست والا. حالا اگرم نگفتم آره عزیزان اگرم نگفتم بدونن که یه دونه پیاز برای سرخ کردن نیاز داریم. پیازی که درشتم دارین خوردش میکنیم؟ بله نگینی خورد میکنیم. این نه درشته نه ریز.
خب این آماده میذاریم تا قارچمون به نظر میاد یه سرصده هایی از قارچه داره در میاد. این چون که ما نمک نذاریم با این حال با اینکه حرارتمون هم خیلی زیاد نبود از اول ببینیم قارچمون قشنگ داره پخته میشه بدون اینکه آب بندازیم. درست. خیلی از عزیزان اشتباه میکنن و نمک اضافه میکنن به قارچ که این باعث میشه که قارچ آب میندازه. من در همین حد که آره. یه مقدار گرم بشه قشنگ پخته شد. خب یه مقدار روغن مایه رو اضافه میکنیم. پیاز های نگینه خورد شده همونو برای پیاز برعکس قارچ ما سعی میکنیم یه مقدار حرارت رو ملایم کنیم برای اینکه پیازمون مغز پخت و عسلی بشه. اگه حرارت زیاد باشه اطراف پیاز میسوزه و مغزش خام میمونه و اون طعم خوبی که میخوایم به غذامون نمیره. عزیزان توی منزل قشنگ فرصت دارن میتونن حرارت رو کمتر کنن تا حسابی پیازشون عسلی رنگ بشه. تا پیازمون پخته میشه من یه توضیح راجع به گوشت چرخ کرده بدم. من گوشت چرخ کرده رو یعنی توی هیچ دستوری نگفته اینجوری ولی من خودم به خاطر که طعم گوشت چرخ کرده خیلی خوشمزه تر بشه طعمش باز بشه توی غذا یه دونه پیاز رو رنده میکنم به گوشت اضافه میکنم و دو ساعت استراحتش میدم. این گوشت وقتی که اینجا تفت خورده میشه خیلی بوی خوبی بلند میشه به جای که بوی گوشت خام. دقیقاً بله خوبه. اینم یه بله. فن خوبه آشپزیه دیگه هنره دیگه وقتی 14 سال تجربه آموزش داشته باشی اینجوری میشه دیگه. اینجوری میشه دیگه. بله حرارت رو کم میکنم. ببینم که اصلا پیاز خودش طعم خیلی خوبی به همه غذاها میده به نظر من. بله. من یه توضیح هم در مورد روبه گوجه که میخوام الان اضافه کنم بدم تا این گوشتمون پخته میشه. بفرمایید. من الان مثلا گفتم دو قاشق سوپخوری روبه گوجه. من همیشه میام به روبه گوجه هم یک قاشق دو قاشق یعنی به اندازه همون مقدار روبه گوجه همون مقدار سرکه خرما و شیره خرما اضافه میکنم. چرا؟ این باعث میشه که خیلی گوشتمون خوش‌طعم بشه و دقیقا مصلح گوشته. آها. یعنی کمک میکنه به هضم و جذب گوشت در بدن. سرکه خرما و چی خرما؟ و شیره خرما. شیره خرما. آره اگه در دسترس نداشتن دوستان میتونن الان این پیازی که ریختین داخل گوشتتون بوی کباب کوبیده ازش دقیقاً که اگه دوستان شیره خرما در دست نداشتن میتونن از شیره انگور استفاده کنن یا شکر قهوه‌ای. ببین من این ترکیب رو به گوشتم اضافه میکنم تا الان نه چون گفتم زمان داشته باشه. زردچوبه من اول اضافه میکنم چون زردچوبه نسبت به بقیه ادویه ها بهتره که بیشتر سرخ بشه برای همین زردچوبه رو زودتر اضافه میکنم. ببینیم دو دقیقه ای که ما درست میشه یا نه. انشالله. این چیه؟ ادویه رو اضافه میکنم. ادویه مخلوط میزنیم. دوستان ادویه کاری میتونن بزنن یا چی؟ ادویه کاری یا ادویه مخلوط. ادویه مخلوط هم هست. مخلوط خورشتی اینجوری میگن. آره اونجوری هم میتونن. تو این فاصله من فلفل دلمه‌ای رو فلفل دلمه‌ای چه رنگایی انتخاب کردین؟ من سبز اضافه میکنم چون که توی غذا خیلی نما نداره. اون قرمز رو اینجوری آوردم.
یه مقدار نمک و فلفل سیاه میزنم. من از نمک دریا استفاده میکنم، ولی از اینا میتونم هر نمکی که در دسترس داشته. نمک دریایی دیگه فشار خون بالا نمیبره. آها. و فلفل سیاه که بهتره همون موقع بالای غذا ثابیده بشه که کاملا عطرش. این پیشنهادهای خوبی که مربیای آشپزیمون میدن ما باید بنویسیم یه جا یادمون نره. که وقتی میریم برای خرید نه. به جای نمک معمولی نمک دریا بگیریم. خیلی فکر نمی‌کنم تفاوت قیمتی هم داشته باشه. نه یه خورده داره، ولی ارزشش رو داره. ارزشش رو داره واقعا. یعنی حتی اگر یه قدری دستمون بره و غذامون خوش نمک شه ضررش کمتر از نمک. بله اصلا برای فشار خون ضرر. الان رو به گوجه اضافه میکنم. این مواد میانیمون اصلا نباید آب داشته باشه. و قارچش. آره وقتی که رو به گوجه تفت کرد قارچی که قبلا تفت دادیم بهش اضافه میکنیم و فلفل دلمه. ببین من فلفل دلمه رو وقتی که اضافه میکنم دیگه حرارت رو خاموش میکنم، به خاطر که فلفل دلمه یه مرحله پخت دیگه داره. اگر اینجا زیاد پخته بشه اونجا هم پخته بشه بعد به جایی که غذا رو خوش عطر کنه بدتر تلخ میکنه. الان این کنار میذارم تا دماش پایین بیاد. حالا میخواین چی رو درست کنیم؟ الان مواد خمیری. مواد خمیری. خب ما اجازه بدید که فرصتی بگیریم برمیگردیم پیش شما که مواد خمیری رو هول یاد نگیریم. نه. خواهش. اون سریع آماده میشه ولی خب. بله. ولی اجازه بدید که حالا تا این بخش رو دوستان عزیز ما دنبال بکنن، برن سر یخچالشون ببینن چی رو دارن چی رو ندارن، برمیگردیم خمیر رو از شما یاد میگیریم. اجازه میدید؟ متشکرم. دوستان عزیزم امروز 15 مرداده، به نیمه تابستان رسیدیم. یه قدری نگاه کنیم به گذشته، ببینیم به برق و بادی واقعا این روزها گذشت. گاهی اوقات هر جایی که هستیم یه مکسی بکنیم. حالا آشپزخانه هستید، محل کار هستید، در خیابان هستید، یه قدری بایستید و نگاه کنید به گذشته زندگیتون. به قول سهراب که میگه ما هیچ ما نگاه، ببینید از گذران عمرتون راضی بودین؟ واقعا این راهی که قراره به خوشبختی ختم بشه؟ خواهش میکنم بهش فکر کنید. با ما باشید، بریم بخش بعدی برنامه. شما از وقت با ارزشتون به ما میدین و اینا همه باور کنید خوشبختیه. خوش به حال ما. الهی که شما هم بهانه های خوبی داشته باشید برای حس خوب خوشبختی. خواهیم سلامت. چی شد این خمیر ما؟ خواهش میکنم. ما خوشبختانه فرصت داشتیم به اندازه کافی دمای مواد اولیه‌مون اومد پایین. چقدر خوب شد. اصلا روغن نداره. دقیقاً. این اصلا روغن نداره. آه. اصلا آب اضافه نداره و کاملا خنک شده، مناسب اینه که وسط خمیر قرار بگیره. برای تهیه خمیر ما تخم مرغ رو توی کاسه میشکنیم. همیشه ما وقتی که می‌خوایم تخم مرغ بزنیم توی هر کیک یا غذا خمیر هر چیزی که تخم مرغ داره ما حتما باید عطر دهنده‌مون رو الان به تخم مرغمون اضافه کنیم. خب. و همچنین نمکمون رو. خب یعنی حتی برای شیرینی پزی هم ما یه پنس نمک همیشه به تخم مرغمون اضافه می‌کنیم به خاطر که بوی زخم تخم مرغ گرفته بشه. همزنم خیلی خوبه. از همزن برقی نیازی... بله نیازی هم نیست اصلا از همزن برقی استفاده کنیم. خیلی راحت تخم مرغ رو میزنیم. یه مقدار که باز شد و یه مقدار کف کرد کافیه. روغن مایه رو اضافه میکنیم. من پیمونه کرده بودم، این خط گذاشته بودم اضافه است. وقتی روغنمون کاملا جذب تخم مرغ شد ماست رو اضافه میکنیم. ماست پوک میکنه نه؟ بله. برد و پوک میکنه. بله. حالا خیلی دستورا میان بیکینگ پودر رو به ماست اضافه میکنن. بله. ولی تجربه ثابت کرده این اشتباهه. بله به خاطری که بیکینگ پودر یه مواد شیمیاییه که پف میکنه کیک رو و از وقتی که وارد کیک میشه شروع میکنه به عمل آوردن. وقتی که این زود اینو اضافه کنیم بیکینگ پودر رو به کیک، کیکمون اون بافت سبکی که می‌خوایم رو دیگه نداره. برای همین ما همیشه بیکینگ پودر رو آخرین مرحله همراه آرد اضافه می‌کنیم. بسیار. این ماستمون هم که مخلوط شد آرد اضافه می‌کنیم. بله. دیگه کنار می‌ذاریم این همزنمون رو و آرد رو توی 2-3 مرحله روی مواد علک می‌کنیم.
و با لیسک پلاستیکی یا قاشق چوبی مخلوط میکنیم. مثل کیک های دیگه هم که میگه حساسه وقتی که آرد اضافه میکنیم دورانی بزنیم، نه هیچ نکته اینجوری نداره. ما آردمونو خیلی راحت به مواد اضافه میکنیم. ولی این علک کردن بالا سر مواد خیلی مهمه. آره. حتی دو سه دور. نه من توصیه نمیکنم دو سه دور. آره. ببین وقتی ما میخوایم هوا بدیم به آرد. پس این یه مرحله ای که بالا سر مواد علک میشه، اون هوادهی انجام میشه. بس. دیگه خیلی عزیزم میان دو سه دور علک میکنم میزنش کنار، این فایده نداره. نظرام فرق میکنه دیگه. دوستاتون یه نظر دیگه دارن؟ بله من نمیگم که اونا حالا اشتباه میگن، ولی تجربه بله. من اینطوری نشون داد که همون یک بار بالا سر مواد کافیه. این غلظت این خمیر کیک نه خیلی نرمه نه مثل سفت باشه، خمیر مثل خمیرهای نون سفت باشه. اگه شل باشه خمیرمون، وقت وقتی که موادو بینش میذاریم مواد تهنشین میشه حین پخت. برای همین باید یه غلظتی داشته باشه. نیازی هم نیست دیگه بیش از حد بزنیمش، در حدی که خمیرمون یک دست بشه کافیه. بسیار خوب. این چیه حالا؟ این ببین این قالب رو... قالب کیکمونه. آره اینو فراموش کردم براتون میگم. این قالب رو ما چرب میکنیم، بعد کاغذ میندازیم، یه کاغذ روغنی کفش میذاریم. اگر که مثلا قالبمون طرحدار بود ما نمیتونیم دیگه کفش کاغذ روغنی بندازیم، این بعد از اینکه چرب کردیم آرد پاشیش میکنیم. درست. آرد اضافه رو میتکونیم، این به جای کاغذ عمل میکنه. خب این خمیر رو قشنگ پهن میکنیم که یه دست بشه. بله مقدارش رو برای روش دقیقا نصف خمیر رو ما میذاریم. خب بعد مواد گوشتیمون رو روی خمیر قرار میدیم. پنیر موزلا رو اضافه میکنیم و بقیه خمیر رو روی مواد میریزیم. وقتی که خمیرمون آماده شد که پهن کردیم، این قالب کیک رو توی فر 180 درجه که یک رو به قبل گرم کردیم به مدت 40 تا 45 دقیقه میپزیم. بسیار خوبه. و بعدم در میاریم میذاریم خنک بشه. بله. از قالب بغلاشو جدا میکنیم و بله. درسته؟ دقیقاً. وقتی که خنک شد چاقو میذاریم اطرافش، روی توری برمیگردونیم. خیلی هم عادی. خیلی خب برمیگردیم دوباره پیش شما تا این کارا رو خانم صاف و صوفش بکنیم. بله خواهش. خیلی متشکرم. خواهش. داشتم که فکر میکردم در واقع در هیچ جا مثل خونه خود آدم نمیشه. بله هیچ جا مثل خونه خود آدم نمیشه. خونه که پنجشنبه شبا آقایون زودتر برمیگردن منزل، خانوما که بیرون کار میکنن همینطور، و جمع خانوادگی الهی که جمع باشه و در کنار هم لقمه های مهر بچینید و محبت به هم دیگه تقسیم بکنید. هیچ چیزی بهتر از این حس قشنگ رو به آدم ها نمیده. دوستان خوب هم البته جایگاه خوبه خودشون رو دارن. خانم سلامت جان چه کار کردی؟ خواهش میکنم. ببین این خمیر دیگه الان آماده است. ببین انتظار نشه خیلی سطحش صاف بشه. خب. به خاطر این خمیر کیکمون بافتش اینجوریه که ظاهرش اینجوریه، ولی بعد از پخت خودش صاف میشه. آره. حالا میخوایم خب حالا بریم میز قشنگتون رو ببینیم. چقدر وقت داریم در بخش خانم آشپزی؟ فقط من اینم بگم این همین کیک گوشتی که الان درست کردیم. بله. بله. فقط بهتون گفتم که مثلا این از اون قالب های میان توریه. آفرین دقیقاً. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببین مثلا گفتم که اگر قالبمون طرحدار بود میتونیم کاغذ نندازیم آرد پاشی کنیم. بله. دقیقاً من چرب کردم، بعد به جایی که آرد پاشی کنم کنجد پاشیدم. آها چه خوب. آره تمام سطح قالب داخلی رو کنجد میگیره، مواد رو توش میریزیم. بعد از که پخت برگشت تمام سطح کیکمون کنجدی میشه. خیلی هم سالم‌تر و خوشمزه‌تر. حتما همینطوره. اون وقت اگر بخوایم در قالب میان تویی بریزیم درجه فرش و یا زمانی که تو فر بمونه فرق میکنه؟ نه به اون صورت درجه فر که همون 180 درجه است معمولا، حالا زمان شاید 5 دقیقه کمتر بشه، خیلی حساس نیست. میانش هم که با سبزی خوردن پر کردیم. آره دیگه جعفری و گلایی البته تو این گرما که همه فلاسیده شدن. نه
خیلی هم پدسیده نشده. خواهش میکنم. هوا دیگه کم کم داره خنک میشه. هواشناسی گفته که از چند روز آینده یه قدری جبهه هوای خنک میاد انشالله که این اتفاق بیفته. اونام که فلافل بله. درسته. اونام فلافل و مافین غذایی هستش که از همه غذاها هر سه تا رو آوردن. که اس ام اس اونو داده پیامک اونو داده بودن گفتم که اونام ببینن. فلافل چه جوری درست میکنن؟ خیلی تند و سری میتونین بگین. بله بله. ما دو لیوان نخود رو دو روز میخیسونیم. بعد با آب گرم میشوریمش. چنگ می‌زنیم تا پوسته روی نخود جدا بشه. هی هم آبش رو عوض می‌کنیم که تو این دو روز باید کامل آبش رو عوض مرتب آبش رو عوض کنیم. بعد اینو توی غذاساز یا چرخه گوشت می‌ریزیم. با یه سر پیاز و چند حبه سیر حسابی چرخش می‌کنیم. یه خورده نمک و ادویه و یه کم آب می‌ذاریم می‌ذاریم بمونه بعدا سرخش می‌کنیم. خیلی متشکرم. ممنون خواهیم سلامت عزیز ماشاءالله پر انرژی. دستتون درد نکنه. الهی که خوش باشین. ممنونم منتظرتون هستیم. دوستان عزیزم تابلوهای نقاشی وقتی که می‌خوایم درست بکنیم قلممو برای هر بخشیش یک قلموی خاصی و هر رنگی جای خاصی داره. اگر می‌خوایم تابلوی زندگیمون یک تابلو قشنگ بشه که توشون طعم خوشبختی رو بچشیم بایستی بدونیم از چه قلموی استفاده کنیم و چه رنگی. رنگ‌های شاد رو براتون آرزو می‌کنم. متشکرم با ما بودید. آخر هفته خوش و خرم. خداحافظ تا هفته آینده. خونه یعنی تموم احساسم.